به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم از تفسیر خبر شبکه تلویزیونی ایران فردا و از استودیوی تفسیر خبر در لس آنجلس آفتابی با شما خواهم بود در ساعت روبرو نیم شب به وقت تهران. چون دوشنبه شبهای پیشین امشب نیز به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران میپردازیم و نیز آنچه را که در همین زمینه در خارج از ایران به ویژه در اتحادیه اروپا، در کشورهای قلمرو اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی میگذرد. با من و شما هستند در نیمه نخست برنامه خانم شهران طبری روزنامه‌نگار در لندن. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت امنیتی در اروپا پس از عملیات تروریستی پاریس، چه تأثیری بر وضعیت پناهجویان به ویژه پناهجویان ایرانی در اروپا داشته است و پیامدهای این عملیات تروریستی در عرصه‌های دیگر مرتبط با مهاجر. و نیز در همین زمینه پرسش‌هایی داریم که در برنامه با خانم شهران طبری در میان خواهیم گذاشت. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خانم طبری گرامی سلام به شما در لندن. سلام به شما و شنوندگانتون، بینندگانتون. با سپاس، شنوندگان نیز داریم، همزمان پخش میشه توی امواج رادیویی و میتونن بشنون. با سپاس. چون رادیو کار کردیم بیشتر شنوندگان میگیم تا بینندگان، ولی باید گفت بینندگانتون. بله خانم طبری نیاز به معرفی بیشتری جز بودن نامشون بیشتر چهرش بود. شهران گرامی، پرسش رو از اینجا آغاز کنیم. عملیات تروریستی فرانسه چه پیامد بلافاصله ای داشته بر وضعیت پناهجویان به ویژه پناهجویان ایرانی در اروپا یا پناهجویانی که در کشورهای دیگه مثل ترکیه در صدد اومدن به اروپا هست؟ به تب پس از حمله تروریستی به دفتر روزنامه شارلی ابدو، تمام کشورهای اروپایی در حالت آماده باش و نگرانی از حملات مشابه در کشور خودشون هستند و البته این وجود داشته، چون در انگلیس بارها این اتفاق افتاده. اگر خاطرتون باشه چند یک سال دو سال پیش یک دو نفر توی خیابون در روز روشن سر یک سرباز انگلیسی رو بریدن و حمله کردن بهش با ماشین و در نتیجه اگرچه که پلیس و چیزهای نیروهای ضد تروریستی همیشه در حالت آماده باش بودن، ولی باز هم تشدید شده این مسئله. و یکی از مهمترین مسئله هایی که در این دوره اتفاق افتاده این سفر اتباع بریتانیایی و کشورهای دیگه به سوریه هستش و رفتن به این دولت اسلامی که بعد از اونجا بر میگردن و بسیار رادیکالیزه میشن، بسیار تندرو میشن و کشورها از این بسیار نگران هستن و درباره اینکه چه سیاست هایی باید به خرج داد که جلوی این گرفته بشه، مدام در چه در مجلس، چه در جلسات دولت، چه در جلسات مختلف دیگه صحبت میشه. در جلسات امنیتی که اطلاع تا اونجایی که ما اطلاع داده میشه به عموم در واقع، و این مسلماً تدابیر جدیدی در پیش گرفته شده و اینکه این تدابیر چه تأثیری روی پناهندگان
ایرانی خواهد گذاشت. خب اون مسئله جداگانه ایه، برای اینکه این کسایی که رادیکالیزه میشن از ایران نمیان برای این کار، اونا این دولت اسلامی خودش دشمن شیعیان هستش. در واقع ایران عمدتا یک کشور اکثریت بیش از 90% شیعه است، در نتیجه مهاجرت از ایران خطر اولیه نیست، بلکه مهاجرت از کشورهایی که افراطی‌گری درشون دیده میشه در درجه اول، مثل سوریه، مثل اینکه از سوریه میرن به ترکیه و از ترکیه میان به اینجا. این در مورد کسایی که به این کشورها، پاکستان، عربستان و یا کشورهای مثل سومالی، نیجریه، در مورد اینا خیلی خیلی سختگیری میشه و کسانی که از این کشورها میان دنبال میشن و اگر که در مرز بگیرنشون به اصطلاح اداره پلیس برده میشن تا اینکه مطمئن شن که اینها مقاصد تروریستی ندارن یا اصلا با این موضوع مربوط نبودن. ولی علاوه بر تمام اینها، الان مسئله مهاجرت یکی از، همینطور که میدونید حتما، یکی از مسائل اصلی جامعه بریتانیا است و یکی از مسائل تاثیرگذار در انتخاباتی که پیش روی این کشور هستش. الان تمام احزاب دارن سعی میکنن به رای دهندگان بگن که اگر ما رو انتخاب کنین، ما جلوی مهاجرت بی رویه رو خواهیم گرفت و مهاجرت رو سفت و سخت میکنیم و نمیگذاریم که بیهوده هر کسی به این کشور مهاجرت بکنه. اون یه مسئله جدا از تروریسم هستش که در این حال با مسئله تروریسم و این حمله اخیر مربوط میشه. خب به ایران اشاره کردید. ایران در بسیاری از کشورهای اروپایی دست به عملیات تروریستی زده بود. در پاریس قتل‌های تروریستی دکتر شاپور بختیار، عبدالرحمن گرومن، در بقیه کشورها به آقای شرفتندی رهبر حزب دموکرات، و در آلمان، اتریش و خلبان محمدی، فریدون فرخزاد، دکتر سیروس الهی، تیمسار اویسی و بسیار داریم کسانی که گوشت شد. مرکز آمیا در آرژانتین که الان دو مرتبه مورد بحث قرار گرفته، مطرح شده توی آرژانتین و رئیس جمهور آرژانتین رو متهم کردن به اینکه به خاطر اینکه میخواسته با ایران معاملات تجاری داشته باشه، جلوی بررسی این موضوع رو گرفته. بله، این هم پرونده است که خود در آمریکای لاتین هم بسته. در انگلستان هم اوائل به یک اقدام تروریستی دست زده بود که پس از اون دیگه عملا به این شکل متوقف شد، اما در انگلستان متوقف شد و در جای دیگه در صدر هست چه اطلاعی نیست در این زمینه هم همینطور. برای خانم تمری گرامی، در زندگی روزمره میون مردم نسبت به غیر انگلیسی ها، چون مردم در زندگی روزمره نمیپرسن شما مال عربستان هستین یا پاکستان یا ایران، ولی به طور کلی غیر انگلیسی یا آسیایی یا کسانی که تشخیص داده میشه از کشورهای با اکثریت مسلمان اومدن چطور هست، اثری گذاشت؟ مسلما اثر گذاشته، مدت هاست اثر گذاشته و هر بار که یک اتفاق تروریستی میفته این تاثیر تشدید میشه و مردم بهشون یادآوری میشه که نگرانی هستش. الان مدت هاست و به خصوص همونطور که گفتم بعد از این اتفاقی در فرانسه افتاده، رئیس اینتلیجنس سرویس، رئیس به اصطلاح اطلاعاتی بریتانیا، آقای جان ساور که به زودی داره میره و کس دیگه جاش میاد، در یه صحبت تلویزیونی گفتش ما انتظار داریم که در بریتانیا هم یک اتفاق تروریستی بیفته. ما نمیتونیم برای اینکه پلیس و نیروی اطلاعاتی جلوی خیلی از این اتفاقها رو تا حالا گرفتن، ولی میگه ما دیگه اصلا به اندازه کافی نیرو نداریم که بتونیم مطمئن بشیم که هر اتفاقی رو میتونیم جلوشو بگیریم و تمام این کسایی رو که میان میتونیم دنبال کنیم و به اصطلاح مواظب باشیم که دست به عمل تروریستی نزنن. بنابراین به مردم گفتن که حواستون باشه، ممکنه یه اتفاق تروریستی دیگه بیفته. همین موضوع باعث شده که هر کسی که در این شهر زندگی میکنه، به خصوص در لندن و شهرهای بزرگ، از جمله خود ماها، به شدت نگران باشیم وقتی سوار اتوبوس یا اندرگراند میشیم یا یه جای شلوغی میریم. همش مواظب این دور و برمون نگاه میکنیم که ببینیم
یه اتفاق مشکوکی در اطرافمون نیفته. برای همین این حالتیه که تمام مردم فکر میکنم دوچارش هستن و خب این باعث میشه که یک نسبت به کسایی که مسلمان هستن تا حدی، حتی اگر انگلیس ها خیلی مردمان با انصافی هن به نظر من و محجوب هستن و هیچ وقت به کسی در رو روش در رو به روش حرفی نمیزنن، ولی به طب تو دلشون خب خوششون نمیاد از این موضوع، نگران هستن، یعنی این چرا بایستی ما مورد حمله قرار بگیریم، آدمهایی بیگناهی که اصلا ربطی به این مسائل ندارن، یا مملکت خودشونه، میخوان آزادی بیان داشته باشن، میخوان آزادی لباس داشته باشن، آزادی هر جور آزادی داشته، برای دیگران هم حق آزادی قائلن. شما میبینید که اینجا در انگلیس اصلا نگفتن شما میخواین روسری سرتون کنین، الان انقدر کسا هستن که با روسری تو مراکز مختلف کار میکنن، هیچ گونه تبعیضی نسبت به اونا ملحوظ نمیشه، ولی مردم توی دلشون خب خوششون نمیاد از این، و این موضوع به خود اسلام صدمه وحشتناک زیادی زده، وحشتناک صدمه زده، اسلام رو در چشم مردم کوچیک کرده. بله کاملا درست اشاره کردید. شهرام طبری گرامی، من به یاد دارم در ارتباط با واکنش مردم نسبت به اصطلاح اقدامات تروریستی که شامل که غیر مسلمان ها میخوره، مثلا عملیات تروریستی 11 سپتامبر اینجا در آمریکا در تگزاس دو تا از سیک ها یا سیک های هندی به تصور اینکه اینها ملا هستن، ملایان اسلامی هستن یا هرچی هستن کشته شدن. البته در انگلیس مردم بیشتر مدارا دارن، بیشتر تساهل دارن و در مقامات دولتی و رسانه ها مرتب صحبت میکنن راجع به این مسائل و به مردم یادآوری میکنن که این مسائل ربطی به دین اسلام نداره، و خود رهبران اسلامی هم در بریتانیا بالاخره بعد از این حمله به فرانسه به زبون اومدن و گفتن که به اسم ما نمیتونید این کارا رو بکنین، به اسم دین اسلام نمیتونید این کارا رو بکنین، و این گفتن که این جور رفتارها به دین ما صدمه میزنه، و خیلی تلاش میشه که این موضوع رو از اسلام جدا کنن، یعنی اسلام سیاسی یا اسلامیزم رو از دین مردم جدا کنن. این چیزیه که ما خودمون ایرانی ها از روز اول به همه میگفتیم که دین مردم، دین و آیین مردم با سیاست ربط نداره، چون سیاست یک مقوله یه که درش اشتباه، خطا، حتی جرم و جنایت و هر چی که بگین میتونه اتفاق بیفته، ولی دین مردم باید پاک و پاکیزه بمونه، و امتزاج این دو یکی از بزرگترین صدمات به دین مردم هستش. ما این رو مرتب گفتیم، ولی الان دارن بیشتر و بیشتر در این مملکت راجع به این موضوع صحبت میکنن و میگن که دین رو باید از مسائل سیاسی جدا کرد، و خب میگن اینها الان اینقدر مقاله و اینقدر مطلب نوشته میشه راجع به این موضوع و اینقدر عقاید جور و واجور مطرح میشه که بسیار خوبه، برای اینکه بحث کردن و گفتگو درباره این مسئله خیلی چیزها رو روشن میکنه. این نکته وجود داره، من مطلبی میخونم که به همین اشاره میکنه، یعنی انتقاد میکرد، میگفتش که این عملیات تروریستی باعث شده که بسیاری از رهبران اروپایی مثل هلند یا در انگلستان برخی و جاهای دیگه بیان و تبلیغ کنن هر موضوعی که شما میگید که اسلام ارتباطی، این عملیات تروریستی ارتباطی به اسلام نه، و عملا این عملیات باعث شده که به یک تبلیغات برای اسلام بپردازن، درست یا نادرست به گفته اون نویسنده. اما در جهان اسلام اکثریتی که گفته میشه مخالف هم با این عملیات درست، بیش از 1 میلیارد و به 300 میلیون گفته میشه مخالف هم. از اون اکثریت صدای قدرتمند و قوی در محکومیت این عملیات به گوش نمیاد. بله پراکنده هست، نمیسن. بله درسته. یعنی چرا نمیان؟ یکی از مشکلات این هستش که یکی از مشکلاتی که اینا دارن ترسه. فراموش نکنید که این کسانی که دست به عملیات تروریستی میزنن فقط نمیخواد که غربی‌ها رو بکشن. اینا اگر که خیلی از این اماما و این کسای رهبران دینی ترس دارن از این که یک از طرف اینا مهدور و دم شناخته بشن، اعلام بکنن که اینا اصلا نوکر آمریکا، نوکر غرب هستن، اینا میترسونن کسایی رو. باید
باید این اطمینان به اونها داده بشه، باید به اونها از اونها حمایت بشه که اگر صحبتی علیه اینها میکنن، این از اونها حمایت خواهد شد و اونها رو تنها نخواهند گذاشت. الان پلیس مثلا در بریتانیا، در فرانسه هم همینطور، علاوه بر کلیساها، مراکز یهودیا و مراکز مسیحیا، مساجد رو هم داره به اصطلاح حمایت میکنه و ازش نگهبانی میکنن در اطراف مساجد، برای اینکه هر امامی، هر کسی که بخواد بر علیه این دولت اسلامی بخواد حرفی بزنه، مورد هدف و حمله اونها هم میتونه قرار بگیره. این یک موضوع هستش. ولی موضوع دیگه این هستش که شما درست میگین، این خیلی از این کسایی که امام ها یا رهبران دینی در عاقبت الامر نمیخوان که، میفهمن که در این مقوله یک بخشی از این اصطلاح برمیگرده به قدرت و از اون قدرت خوششون میاد، از اینکه این قدرت رو توسط این افراد به اونها داده میشه و مطرح میشن و راجبشون حرف زده میشه، در ابتدا خوششون میاد از این موضوع و نمیخوان با اونها سر اختلاف پیدا بکنن یا اونها رو محکوم بکنن. ولی الان بعد از این اتفاقهایی که افتاده، من فکر نمیکنم هیچ رهبر اسلامی معقولی بخواد که از یک چنین چیزی حمایت کنه و باید بیان به حرف بزنن بر علیهش. بله بله، البته اشاره و صفاتی که شما گذاشتین کار مشکل کردن، یک نقل هستن رهبر کشورهای اسلامی معقول، حالا اگه من بگم فلانی گفته شما میتونی خب این آدم غیر معقوله. نه نه، من منظورم کشور نبودش، البته اونم هست، به آدم هایی که متوجه بشن، به خودشون بیان، بفهمن، دو مرتبه تحلیل کنن مسائل و ختمش جدیدی در پیش بگیرن. اینها همه مثبت هستش، هر ختمش جدیدی در پیش بگیرن. این هستش مثلا در ایران شما آمدن اگر اشاره ای کردن، اول خانم از یه هفته هم سخنگوی به سرکاری بیم، بعد اون بقید بله اینو ما محکوم میکنم، اما این یا روزنامه نگاری که اشاره کرده به حمایت یا هر چیزی گرفتن روزنامه رو بستن، از سرصدهای بسیار زیادی، بسیجی ها رفتن تظاهرات گذاشتن جلو سفارت فرانسه و جاهای با حمایت از دولت ایران بدون هیچ تردید. همه اتفاقات هست. ببینید من اشاره میکنم به یک موضوع، خانم طبری، حمزه المصری در انگلستان، حتی دست فلزی ایشون، مسئولی ایشون داشت بود که در یک عملیاتی که داشت بوم میستخده در خوله بوم درست میکرد، ابو قتاده و بسیاری بسیاری دیگه از تروریست هایی که در کشورهای خودشون عملیات آدم کشته بوده در مصر و جاهای دیگه و بعد اومدن پناهنده شدن به انگلیس و بقیه کشور. بله، از دموکراسی و آزادی که در این کشور هست استفاده کردن. می فرمایید حمایت کنم. چی آقای حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مثلا که این آقایون این اینا اسم نبرد. تا تقریبا یک روز اگر اینا رو به ما پس ندید برای اینکه آدم کشتن فلان اینها موندو در پناه بگیم، یک روز برای خود شما مسئله ساز خواهند شد. خب انگلستان قوانینی داشت، کشورهایی که خطر اعدام داره پس نمیدن هر کسی که باشه، شاید به این به چه دلیل بستن شما خواهیم گفت. و دو، الان میفرمایید رهبران باید مورد حمایت قرار بگیرن. از قضا همین آقای السیسی، جنرال السیسی، جانشین مبارک، آمده و گفته در الازهر هم که این وضعیتی که وجود داره ناچار این شیخ های الازهر که اسلام باید مورد چیز انقلاب قرار، ما به یک انقلاب در اسلام نیاز هست. دقیقا قطعا احتیاج هست، قطعا احتیاج هست. چرا حرف آقای مبارک هم بی پاسخ مانده بود همون موقع و مورد انتقاد رهبران وقت انگلیس هم قرار بود؟ میدونین یه مشکلی که هستش اینه که حالا در مثال مناقشه نیست، ولی بهتره که اصلا مثالو نگم، ولی کسی که خودش به اصطلاح رفتارش مورد تایید مردم نیست، اینطوری بگم، آقای مبارک خب مخالفان زیادی داشتش و یک دیکتاتور بود، بنابراین حرف اون زیاد خریدار نمیتونه داشته باشه، باید کسی حرفی بزنه. یک بحثه، ولی این که یک نفر دولت اروپایی میدونه این آدم کشه، عملیات تروریستی، کاملا موافقم. برای اینکه اینا فقط و فقط توریست یونانی رو کشته بوده. بله. مگر بله.
بکشن که بگن بله این جنایتکار یا تروریست. آقای کن لیوینگستون شهردار سابق لندن، یکی از همینا رو اسمشون الان یادم، اسمشون الان رفتش، یه شیخی دعوت کرده بودش که اصلا تو وبسایتش نوشته بود اگه زنی به شوهرش تمکین نکنه میتونه کتکش بزنه. ما همه اعتراض کردیم بهش، خب برای چی تو اصلا اینو دعوتش کردی؟ این آدم یک آدم عقب مونده که اصلا ربطی به این جامعه نداره، برای چی اون آوردی اینجا؟ این اتفاقا میفته، این اتفاقا میفته، اینجا یک جامعه آزادیه. تا کسی دست به عملیاتی نزنه که در حیطه جرم جنایت قرار بگیره، پلیس بهش کاری نداره، میتونه حرفشو بزنه، میتونه اگه تا زمانی که قانون رو نقض نکنه میتونه حرفشو بزنه. اونایی هم که اون کسی هم که راجبش گفتینم ابو کتاده و غیر و زاله که باید میسنن تو خیابون چیز اصلا صحبت میکردن، تا وقتی که دست به اسلحه نزدن یا پلیس مدرکی پیدا نکرد که اینها کار تروریستی در این کشور کردن، کاری بهشون نداشت، فقط مواظب بود. ولی به محض اینکه اینها دست به عملیاتی بزنن که خلاف قانون باشه، اون موقع با سرکارشون با پلیس، چون اون موقع که مسئله آزادی بیان نیست، بلکه میفته در ردبندی جرم، جنایت و قانون شکنی، اون یه مسئله متفاوتی است. این توضیح رو من برای بینندگان بدم که ابو قتاده به کشورش اردن تحویل داده شد، بازگردانده شد، پس از اینکه اطمینان پیدا کرد دولت انگلیس که مشمول به حکم اعدام نمیشه، و در اردن هم البته تبرئه شد. یکی این و حمزه المصری نیز به درخواست آمریکا مرتبط با عملیات تروریستی علیه آمریکا و شهروندان آمریکایی و همینطور 11 سپتامبر آمریکا تحویل داده شد و ماه گذشته دادگاه دنیلتون رو به هر حال محکوم کرد به زندان. بله، به حبس ابد محکوم شد. به حبس ابد. بله. خب خانم تبری، بس بر سر این هستش که اتحادیه اروپا چطور در مجموع چه استراتژی یا چه شیوه های برای دراز مدت برای مبارزه با تروریسم های تونستن دست پیدا کنن، دارن ندارن؟ با دقتی که لطمه به پناهجویان واقعی، پناه کسانی که به قول شما با فرار از دیکتاتورها به خاطر آن نداشتن آزادی بیان، مذهب و بقیه مسائل به اونا لطمه نخورد. بله، همونطور که میدونی، خب تازگی در مثلا بلژیک یک حمله کردن، قبل از اینکه یه اتفاق تروریستی بیفته تونستن جلوشو بگیرن، رده ای رو بگیرن و اینا رو بهشون به اصطلاح با قانون باشون رفتار بکنن. اتحادیه اروپا بعد از این اتفاقات اخیر هم که افتاده بیشتر متوجه شدن کسانی در اتحادیه اروپا که برخی قوانینی که این اتحادیه گذاشته، مثل قوانین حقوق بشر که گذاشته، باعث میشه نشه خیلی از این تروریست ها را عملیاتشون را قبل از انجام کار جلوشو گرفت و دارن کم کم به این مسئله توجه میکنن و رسیدگی میکنن و این قوانین رو تجدید نظر میکنن. مثلا همین ابو قتاده که ازش نام بردین، چندین و چند سال، این شاید مثلا 8 سال 10 سال توی انگلیس، توی بریتانیا این با خانوادش زندگی کرد، پول دولتی گرفت، بر از خانوادش خونه دولتی گرفتش و هر کاری میکرد وزارت کشور بریتانیا که اینو بخواد بیرون بکنه، از اتحادیه اروپا، دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا میگفت نه، اینا مخالف حقوق بشر اینه و نمیتونین اینو پس بفرستین. خب حالا بعد از این اتفاقایی که افتاده، احتمالاً این موانع برای رسیدگی سریع به کسانی که بهشون مشکوک هستن برداشته میشه، برای اینکه چون اینجا یک کشور دموکراتیکیه، همینطوری نمیتونن جلوی کسی وایسن. اگه اون مرتکب خطایی نشه، همونطور که گفتم قانون رو زیر پا نگذاشته باشه، نمیتونن دستش کنن. الانم با تمام این اتفاقاتی که افتاده، باز هم نمیتونن دستگیرش کنن. تنها کاری که میتونن بکنن اینه که اونو به اصطلاح تحت نظر داشته باشن که اگر میخواد دست به عملیات تروریستی بزنه، بتونن جلوشو بگیرن. ولی حالا دارن کم کم، مثلا قبلا اجازه این که از شنود تلفنی یا از مثلا ایمیل در دادگاه استفاده بشه اجازه داده نمیشد، برای اینکه اینها رو اصلا اجازه نداشت کسی شنود تلفنی داشته باشه. برای همین الان دارن روی این قوانین تجدید نظر میکنن که ببینن، با مردم صحبت میکنن، بگن خب البته یه مقداری حقوق شهروندی مردم به اصطلاح پایمال میشه، برای اینکه حق
حق یک آدمی که فرضاً ایمیل هاش خونده نشه یا به تلفن هاش گوش داده نشه یا غیره، ولی خب اگه مردم به دولتشون که دولت منتخب خودشون باشه اعتماد داشته باشن، میتونن بفهمن که مثلا به ایمیل بنده و شما کاری نداره کسی هستن، نمیخواد به ما بیاد کاری داشته باشه، بلکه میخوان مواظب باشن که این، برای اینکه الان تمام این عملیات تروریستی با وسایل ارتباط جمعی جدید مثل مثلا ایمیل و تلفن همراه و غیر و ذالک تسهیل شده و باید یه کاری کرد برای این. الان بحث درباره این مسائل خیلی شدید در جریانه که کجا این، تا کجا ما میتونیم که این فداکاری رو بکنیم که یه مقداری از این حقوقمون رو چشم پوشی کنیم برای اینکه امنیتمون رو حفظ کنیم. خب یه دی میگن اصلا ما نباید چشم پوشی کنیم، امنیتمون حالا به خطر افتادن به خطر افتاد، مهمترین چیز آزادی ماست و حق به اصطلاح خصوصی بودن مسائل شخصیمون، حقوق شخصیمون مهمتر از اون هست. بعضیا میگن نه، ما ترجیح میدیم یه تعادلی در این میان برقرار بشه. قانون سیاستگزارها هم تو گفتین، مثلا اتحادیه سیاستگزارها، دولت‌ها دارن با مردمشون گفتگو میکنن در این مسائل، درباره این مسائل، و حرف اونا رو میشنون و تا به یک اجماعی برسن بر سر این مسائل. الان هنوز تصمیم قاطعانه گرفته نشده که چیکار باید کرد، بلکه بیشتر در مورد در حال بحث و گفتگو هست. بله اما خانم طبقی، نکته درست همینجاست. ببینید تروریسم عملا شیوه زندگی غربی رو اثر گذاشته بود. بله. چه معنی؟ شما، من یادم حسان 40 سال پیش من اولین باری جا شد بیشتر همتر اومده بودم لندن، خب این خبره نبود، یا حتی 30 سال پیش هرچه، بله قبل از اینترنت و اینا، یا کشور جاهای دیگه فروتگاه ها و خیابون ها. شما الان در لندن و بسیار دیگه از شهرهای اروپایی و جاهای دیگه میرید، از لحظه که از خونه بیرون میاد تا برگردیم خونه، دوربین هایی هست شما رو میبینید. بله. تحمیل شده عملیات تروریسم، همه اینا هست. خیلی هم بحث هست. در همین آمریکا الان بحث بسیار زیادی، شما هم در جریان هستید، که ایمیل ها، که زندگی شخصی مردم، که نفوذ کردن، باید کنترل کنن، باید یا نبایدش مورد بحث. زندگی شخصی دیگه عملا اون شکل قدیم وجود نداره، ناشی از تروریسم هست. اما همین دولت ها بسیارشون متهم هستن که ریشه ها و حامیان اصلی تروریسم رو میشناسند. اما همین دولت های که در این کشورها هست با بسیاری از این دولت های حامی تروریسم یا خواستگاه های تروریسم عملا همکاری دارن. من دوستم که همکاری دارن بر سر مسئله تروریسم همکاری ندارن. ملل یک روابطی هستش که شما نمیتونید که یک شبه به خاطر یک موضوعی اون رو بیاید تغییر اساسی بشین. تمام اقتصاد یک جامعه، حیات یک جامعه، بسیاری از زندگی مردم بستگی به همین روابط بین الملل داره. در نتیجه علی رغمی که مثلا فرض کنید عربستان سعودی یا قطر از تروریست‌ها حمایت میکرد، ولی آیا آمریکا میتونه یا مثلا غرب میتونه که بیاد به عربستان سعودی بگه که اگر حمایت تو قطع نکنی ما دیگه با تو کاری نداریم، یا تو رو مثلا تحریم میکنیم؟ نمیتونه. برای شریان اقتصادیش از اونجا تحریم میشه. نه آمریکا، نه هیچ کشور اروپایی به طور رسمی دولت‌های قطر یا عربستان رو دولت‌هاشون متهم به تروریسم نکرده، حمایت از تروریسم. بله کسانی بودن حمایت کردن یا هست، ولی دولت برای مثال دولت آمریکا حکومت ایران رو حامی تروریست سالهاست میشناسه. و بعد انتقادی که در اینجا هست، وقتی که چون این وضعیت هست، منتقدین اوباما متهم میکنن که شما به چه مجوزهای اخوان المسلمین رو مورد حمایت قرار دادید و کمک کردید روی کار بیاد، حالا که اخوان المسلمین بسیار معروف، بسیار از این گروه های تروریستی از شکم اخوان المسلمین بیرون. حالا باز برمیگرده به اینکه وقتی اخوان المسلمین، وقتی این صحبت ها بود، اخوان المسلمین خودش رو به عنوان یک نیروی به اصطلاح متعادل و غیر افراطی معرفی کرد. من خیلی خوب یادمه، من تمام این مسائل رو دنبال میکردم، نوشته های اونها رو، حرف هاشون رو. آقای مرسی وقتی رفت ایران گفت اصلا ما نمیخوایم مثل ایران باشیم. خیلی خیلی خودشون رو طوری نشون دادن که گویا یک نیروی حالا مسلمان، پایه های مسلمون، ولی
با نیات دموکراتیک هستند. ولی خب غرب متوجه شد که اشتباه کرده، اینها اینطور نبودند و اونها میخواستند که با وضع قوانینی که کاملا به خودشون اجازه هر گونه اختیاری رو بده، یک دیکتاتوری اسلامی دیگه درست کنن. برای همین هم از داخل خود کشورشون جلوش گرفته شد. من فکر نمی کنم که آمریکا مثلا اومدش از آقای سیسی حمایت کرد، بلکه دستن در ابتدا محکوم کرد اون کودتای جنرال سیسی رو. به هر حال مسئله‌ای که هستش اینه که مسئله‌ای که خیلی مهمه بعد بهش تاکید کرد اینه که این روابط و این مسائل پیچیده‌تر از اونه که ما بخوایم. خیلی سوال در یه بچه خانم تبری، مسئله این هستش. ببینید مسئله میگم به وقت بیشتر شاید احتیاج هست. یکی از شرایطی که وجود داره این هستش که در سیاست خارجی میتونه سادم باشه به یک جهتی، اونطور که مسئله حقوق و بشر تبدیل میشه به یکی از شاخصهای سیاست خارجی آمریکا یا اتحادیه اروپا در برابر بسیاری از دولت‌ها. شما ببینید در همین فرانسه خوب خیلی سهل‌انگاری ها شد در برابر عملیات تروریستی افرادی که کشته شدن. درسته الان خودشون متوجه میشن انجام نشه. بله. در میان آلمان جاهای دیگه همه اینها هست. میگم وقت بیشتری لازم هست مسئله که یکی اجازه من فقط برای خاتمه یک نکته رو بگم. بسیاری از مردم وقتی میخوان خیلی ساده بکنن این معادله ها رو ساده بکنن، ساده کردن این معادله ها خیلی خطرناکه و منجر به عدم درک پیچیدگی های مسائل سیاسی و سیاست های چه داخلی و چه بین المللی چه در برابر اینجور مسائل میشه. این مسائل پیچیدگی های فراوانی داره، یعنی عوامل بسیار متعددی هستند که دخیلن در اینکه چه سیاستی در پیش گرفته بشه، به خصوص در کشورهای دموکراتیک، برای اینکه این کشورهای پلورالیستی هستند، یعنی نیروهای متعددی در برابر هم قرار میگیرن. سیاست های غلطی در پیش میگیرن. من تمام اجازه بدیم به طور خلاصه بفهمیم آیا دموکراتیک بودن آمریکاست که باعث میشه در دولت بیل کلینتون بر روی عملیات تروریستی خبر عربستان که سربازهای آمریکایی کشته شدن در اونجا و جمهوری اسلامی درش نقش داشته، دموکراسی آمریکا باعث میشه اونو نادیده بگیره یا ملاحظات دیگه ای بود؟ بعضی وقتا ملاحظات دیگر هستش، بعضی وقتا اینکه چه دولتی سر کار هست، سیاست‌های اون دولت چطور هستش، منافع اقتصادی کشوری چه چیزی رو ایجاب میکنه، اینا همه بدبستون‌هایی هستش که تا یه جایی میتونه یه چیزی رو پیش ببره، از یه جایی بعد عقب بشه. با سپاس از خانم شهران طبری عزیز که با ما بودن در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. سپاسی دوباره. همچنین من هم همینطور از شما سپاسگزارم و از بینندگانتون. می‌بینیم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. من جمشید شالنگی هستم از استودیوی تفسیر خبر در لس آنجلس همراه شما عزیزان تا دقایقی دیگر. با من و شما هستم در تورنتو کانادا خانم مهوش الاسفندی از نهاد مادران علیه اعدام. سلام به شما خانم الاسفندی گرام. من هم سلام و درود دارم خدمت شما جناب چالنگی عزیز و همه دست‌اندرکاران تلویزیون ایران فردا و هموطنان عزیزم در سراسر دنیا. من برای بینندگان یک توضیح بسیار کوتاه بدم. این که انسان وقتی میرسه به مراحلی که لطمه میزنه به خودش، به مراحلی نظیر خودکشی میرسه یا زندانیان که در هر جای جهان به جایی میرسن که دست به اعتصاب قضا میزنن تا حد مرگ، اینا تنها حربه‌ای که در دستشون میمونه جان و روان خودشون و این انتظار میگه که مسلماً حکومت‌هایی که ناچار میشن چون این انسان‌هایی به چون این اقدامای دست بزنن، حکومت‌های ناظر بر این اوضاع، اونا جان آدمی و براشون ارزش چندانی نداره.
امید دارم این انسان‌هایی که توجه به این بین‌المللی رو به خودشون جلب کنن. بهنام ابراهیم زاده یکی از این انسان هست و شما سهیم در کمپینی برای حمایت از او در عرصه بین‌المللی از شما میشنمید توجه جهانی به چون این وضعیتی دارید. بله جناب چارلنگه، همینطوری که خودتون فرمودید دیگه انسان گاهی اوقات به جایی میرسه که میبینه هیچ چیزی نداره برای اینکه بخواد باهاش مبارزه کنه به جز جان خودش. و وقتی که بهنام ابراهیم زاده تصمیم میگیره و اعتصاب قضا میکنه در رابطه با حکمی که براشون صادر شده بود، ایشون یک حکم 5 ساله داشتن، یعنی قرار بود 5 سال زندان باشن. 4 سال زندان شدن، 4.5 سال الان توی زندانن و یعنی قرار بوده که دیگه بعد از یه مدت کوتاهی آزاد بشن، ولی اومدن دوباره یک حکم دیگری براشون صادر کردن و در واقع با اتهامات واهی و بی اساس. و یکی از اون اتهامات اینه که بهنام ابراهیم زاده جزء سازمان عضو سازمان مجاهدینه، یعنی این یکی از شیوه های کثیفی است که متاسفانه جمهوری اسلامی وقتی که کسانی رو در زندان نگه می‌داره بعد از یک مدت که نمیتونه اون زندانی رو به هیچ دلیلی طولانی تر نگه داره، میاد و یک حکم جدیدی رو بر اساس یک سری اتهامات بی اساس دیگه صادر میکنه که حالا یا اون زندانی رو در نهایت به اعدام محکوم بکنه و یا اینکه اون رو اونقدر توی زندان نگه داره و بر اثر عدم استفاده از دارو و یا اینکه به هر حال یک فشاری بهش بیاره که توی زندان بمیره، مثلا مثل هدا صابه، مثل آقای افشین اوسانلو. این اتفاقاتیه که در واقع منتظر زندانیان ما، در انتظار زندانیان ما هست. و به نام ابراهیم زاده میاد و در اعتراض به این حکم که براش 9.5 سال دیگه در واقع زندانی حکم صادر کردن، در اعتراض به این دست به اعتصاب قضا میزنه و در شرایط جسمی بسیار بد و روحی بسیار بدی قرار داره و طوری میشه که دیگه نیما فرزندش میاد و از آقای بهنام ابراهیم زاده میخواد که به این اعتصاب قضا خاتمه بده و در نامش و در واقع این نیما هست که شرایط روحی و جسمی بسیار بدی پیدا کرده. من فکر میکنم شما در جریان قرار دارید و بینندگان عزیزمون که فرزند بهنام ابراهیم زاده نیما، فرزند 15 سالشون سرطان خون داره، به بیماری سرطان خون مبتلا و تمام این مدت که در طی مداوایی که قرار داشته پدرش رو کنار خودش نداشت و نیما نامه می نویسه به پدرش و از پدرش می خواد که این اعتصاب رو بشکنه، میگه که درسته که شما به هر حال در کنار من نیستی ولی به وجودت نیازمندم و دست از این اعتصاب قضا بردار. شما می دونید اگر کسی بیمار بشه و یا به هر حال توی یک شرایط خاصی قرار داشته باشه، احتیاج داره که عزیزترین کسانش کنارش باشه و نیما از داشتن پدر در واقع در کنار خودش توی بیماری محرومه، یعنی اون امنیت خانوادگی رو، اون امنیت رو که در واقع زیر سایه پدر تأمین میشه، نیما ازش محرومه. و یکی از دلایلی که خود بهنام ابراهیم زاده دست به اعتصاب قضا زده بود به این حد، میگفت که شرایط روحی و جسمی پسرم توی شرایط بسیار بدی قرار گرفته با این حکم من، یعنی در واقع انتظار نیما بعد از 4 سال یک دفعه میبینه 9.5 سال دیگه زندان رو برای پدرش صادر کرده و این ترفندیه که جمهوری اسلامی متاسفانه به کار میبره که از زندان به عنوان حبس، به عنوان جایی برای نگهداری زندانی استفاده نمیکنه، بلکه میاد و به عنوان شکنجهگاه از اون استفاده میکنه. تا چند دیدی جامعه بین المللی توجه کردن به موضوع بهنام ابراهیم زاده و زندانیان مشابه ایشون؟
اتفاقا همه استقبال کردن از این جریان جوامع بین المللی. خب این کمپینی هم که برای بهنام ابراهیم زاده برگزار شد از طرف کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی بود، از طرف کمپین برای آزادی کارگران بود، از طرف کودکان مقدمن بود و خیلی نهادها و احزاب و کمیته ها از این کمپین حمایت کردند که یکی از این حمایت کننده ها هم نهاد مادران علیه اعدام بود و کمپین حمایت از شاهرخ زمانی از این کمپین به اصطلاح اون هم حمایت کرد، فدراسیون پناهندگی بود و خیلی از احزاب و گروه ها و سازمان ها و کمیته های علیه اعدام، کمیته علیه اعدام در کانادا و اینها همه به حمایت از این کمپین برخواستن. یعنی در واقع همه خواستن که صدای بهنام ابراهیم زاده که به صورت نمادین در واقع ما میگیم که بهنام ابراهیم زاده، ولی در واقع این کمپین حمایت از زندانیان سیاسی بود که در درون کشور بودن. من یک توضیح برای بینندگانمون بدم. بینندگانمون قطعا بسیارشون میدونن که به هر حال فشارهای عصبی، ناراحتی‌ها، نگرانی‌ها، اضطراب‌ها، اینا در همه بیماری‌ها اثر داره، زمینه‌ساز به وجود اومدن بیماری هست، به خصوص در مورد انواع اقسام سرطان. تحقیقات جای بسیار مهمی مثل جانز هاپکینز و جورج تاون در آمریکا نشون داده که نگرانی و اضطراب و فشارهای عصبی در رشد سرطان بسیار مؤثر هست، از عوامل بسیار مؤثرتر در مورد به نسبت سایر بیماری، به خصوص در مورد شاخ گلی مثل نیما در که کودکان آسیب پذیرتر هست. اما در همین شرایط ما میبینیم که وقتی حقوق صنفی پایمال میشه هستن که لب به اعتراض باز میکنن علارغم تمام فشارهایی که هست، علارغم زندان و داغ و درفشی که هست. معلمان، همکاران شما در بسیاری از شهرهای ایران دست به اعتراض دادن علیه شرایط کاری و وضعیتی که دار. از شما میشته. بله، این اعتراض معلم ها شروع شده و این دقیقا در شرایطی که آقای رسول بوداغی بیش از 5 سال درون زندانه و آقای محمود باقری هم حدود 4 سال در زندان به سر میبره. اینها هر دو معلم هستن، معلمین که دست به اعتراض زدن برای اون مسئله حقوق، برای اینکه بودجه آمار بودجه رو که اومدن اعلام کردن، بودجه سال جدید رو اومدن گفتن که افزایش حقوق معلم ها 14% هست، در صورتی که خیلی از چیزهای دیگر رو بیش از 60% اعلام کردن افزایش حقوقشون، ولی معلم ها رو یعنی یک چیزی زیر 20% و این یکی از اعتراضاتشون بوده که دست به اعتراض زدن و در واقع تومار سیمتری رو امضا کردن معلم ها که نماینده اونها آقای فکر میکنم عابدی باشه، این عبدی، آقای عبدی این رو بردن و به برای ثبت اون رو بردن و تحویل دادن و ازشون تحویل نگرفتن، گفتن که شما حقوق معلم ها، یه آقای ملکی نامی بهشون گفته که اون مال اداره ثبت و اینا، بهشون گفته که حقوق معلم ها زیاد هم هست، شما برای چی این تومار رو امضا کردید؟ ایشون گفته که این تومار رو ما خطاب با آقای لاریجانی امضا کردیم به خاطری که نمایندگان مجلس هستن که باید به این حقوق صنفی ما رسیدگی بکنن و این خطاب به اونه و شما این رو ثبت کنید و به اون به ایشون برسونید و رفتن و به هر حال بعد از تلاش‌های زیاد این تومار رو بردن و به اونجا تحویل دادن. معلمین که اعتراض کردن، شهرهای خیلی زیادی در واقع به این اعتراض پیوستن، حالا تا ببینیم که چی بچه. خب جدای از این موضوع،
آیا در سال تحصیلی جاری به وعده‌هایی که دولت آقای روحانی داده بود درباره اصناف مختلف و جمله معلمان بهبود وضعیت زندگی تا چند روزه دست پیدا کرد؟ یعنی یک وضعیت رفاهی معلمان در حال حاضر به طور کلی به چه شکل هست؟ متاسفانه هیچ کدوم، یعنی به هر حال اگر قولی چیزی دادن هیچ کدوم اجرا نشده. وضعیت معیشتی و زندگی معلم ها روز به روز بدتر شده. شما میبینید در کنار معلمین پرستارها هم هستن، کارگرها هم هستن که دست به اعتصاب زدن، کارگران نیشکر هفت تپه، اینها همه دست به اعتصاب زدن برای بهبود وضع معیشتیشون. و اگر بود که به هر حال باید این اتفاقات نباید میافتاد و این اعتصاب ها و این تحصن ها و این اعتراضات نباید روی میداد. پس دلیلش اینه که هیچ کدام از خواسته های اصناف برآورده نشد. خانم علی‌سندی عزیز، نهاد مادران علیه اعدام که شما مؤسسش هستید فعالیت های زیادی در کانادا دارد، تا چند روز این فعالیت ها مؤثر بوده که دولت کانادا نهادهای مربوط به حقوق بشر کانادا رو متوجه وضعیت حقوق بشر در ایران بشه؟ ما ارتباطاتی که داشتیم با نهادهای حقوق بشری، با امنستی، با UN، با سازمان ملل، با ارتباطاتی که داشتیم با جیسون کنی و به هر حال با تعدادی از نماینده ها، ارتباط خوب بوده و استقبال هم خوب بوده و اونها میپذیرن، یعنی پذیرفتن که این فشارها درون ایران هست و باید اینها هم حمایت بکنن. از جمله برای بهنام ابراهیم زاده هم همین جور بوده. مثلا کارگران اداره پست اعلام همبستگی کردن و به دفاع از بهنام ابراهیم زاده اونها هم حمایت خودشون رو نشون دادن. بله، حمایت میشه و نهادهای حقوق بشری اتفاقا در کانادا بیشتر به این وضعیت نظر دارن، یعنی به اینکه وضع معیشتی، وضع زندانیان سیاسی، وضع به هر حال اون چه که در ایران میگذره در جریان هستن و دائم خودشون رو در صحنه حضور دارن. و شما میبینید که یکی تنها کشوری هم هست که سفارت ها رو، سفارت جمهوری اسلامی در این کشور بسته شده، علی رغم تلاشی که اون لابی های جمهوری اسلامی دارن در این کشور انجام میدن که دوباره سفارت باز بشه، ولی این سفارت بسته نگه داشته شده. و ما هم تماس هایی که داشتیم، دغدغه های خودمون رو با اونها در میون گذاشتیم، مخصوصا نهاد مادران در همین رابطه که سفارت رو میخوان باز بکنن یه عده، ما نگرانیمون رو گفتیم و حتی در رابطه با حضور داعش، حتی در رابطه با کارهایی که جمهوری اسلامی و اسلامیون در سراسر دنیا دارن انجام میدن، ما این رو هم گوشزد کردیم و بهشون گفتیم که این اتفاق کماکان امکان داره در کانادا هم روی بده. و اونها اطمینان خاطری که به ما دادن این بوده که ما پشت این قضیه هستیم و اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی بخواد دست به چنین جنایت هایی توی کشور کانادا بزنه. یعنی در رابطه با تمام این اتفاق هایی که ممکنه بیفته ما باشون صحبت کردیم. خب ایشون شرکتیم به کارکنان پست. کارکنان پست در کانادا منظور شد؟ بله بله، کارگران پست. بله، کارگران پست، سندیکا یا ایتالیا؟ بله، سندیکای کارگران پست. بله، برگردیم به ایران. شما ببینید، معمولا متاسفانه ساختار کشورهای اجتماعی سیاسیش به شکلی هست، کشورهای مثل ایران که همیشه توجه و تمرکز در هر زمینه ای بر پایتخت این کشور، یعنی تهران. بله، حتی نهادهای بین المللی هم همینطور، نهادهای حقوق بشر دسترسی ندارن، امکان نداره، بسیار مشکله. حکومت هایی مثل حکومت ایران مانع میشن، نمیذارن. فرض کنید همونطور که نماینده ویژه
سازمان ملل به برای حقوق بشر به ایران سفر کنه و برد. در مورد شهرستان ها خوب مشکل ده. اما شما چه اطلاعی دارید؟ زینب جلالیان از کرمانشاه به خوی منتقل میشه. ابوالفضل عابدینی از تهران به زندان اهواز و بالعکس از شنگایی منتقل میشه. اما به طور پراکنده خبرهایی میرسه از وضعیت زندانیان سیاسی در شهرستان. چرا حکومت مانع از این میشه که مگر نه حکومت معتقد هست اینا بسیار مجرم از دید حکومت؟ همین ابوالفضل عابدینی مثلا گفته میشه حکومت گفته این ارتباط با دول متخاصم از رام هرمز جا به خود ما بختیاری ها از رومز چطور میشه با دول متخاصم ارتباط برقرار کرد؟ این بحث دیگه است چه ارتباطاتی هست و دول متخاصم کرد. اما اگه چون این کاری کسی کرده بود در ضد منافع ملی، چون این کار خب بیاریم مردم ببینن چه کرده، محاکمه علنی بکنه، چرا نمیذارن در شهر در مورد شهرستان ها مردم اطلاع پیدا کنه؟ خب بس اینه که جمهوری اسلامی میخواد که در سکوت دست به جنایاتش بزنه، در سکوت این کارها رو انجام بده. یکی از دلایلی که نمیخواد خبرها، یکی از دلایلی که ما بیشترین روزنامه نگاران رو در آماری که داریم، ما خبرنگاران و روزنامه نگاران بالاترین آمار در سطح دنیا که درون زندان ایران هستن، یکی از دلایلش اینه که نمیخواد اطلاع رسانی بشه، نمیخواد که مردم در جریان قرار بگیرن این خبر. اون میخواد که اون چهره‌ای که در جهان به خودش داره نشون میده که ما هیچ نوع مشکلی درون ایران نداریم، ما حقوق بشر خودمون رو داریم و ما اصلا مشکلی نداریم، اینه که میاد و این کارا رو میکنه. شما ببینید همین جدیدن یه طرح دو فوریتی رو بردن مجلس که میخوان ممنوع القلم کنن خبرنگاران رو. خب این خیلی وحشتناکه. این یعنی چی؟ طرح ممنوع القلم کردن یعنی اینکه خبرنگاران، روزنامه نگاران چیزی رو ننویسن. مگر روزنامه نگار و خبرنگار چه چیزی رو مینویسه که باید ممنوع بشه؟ مگر اون چه ضرری داره برای مردم؟ حالا شما میگید که استفاده مشروب برای شما ضرر داره، ما شما رو شلاق میزنیم که جسم شما آسیب نبینه اگر شراب میخورید، خب؟ ولی یک خبرنگار رو شما ممنوع القلمش میکنید، قراره چه سودی برسه به مردم؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟ بجز این که میخوان اون جنایاتشون رو در پوشش قانون جلوه بدن، وقتی که این طرح رو میبرن مجلس و نمایندگان قراره این رو تصویب کنن، بعد هم خودشون رو مبرا میکنن، میگن قانونه، ما داریم طبق قانونمون با مردممون با خبرنگارامون برخورد میکنه. اینها همه هست، علتش اینه که میخوان توی سکوت قبرستانی مردم رو نگه دارن، اینه که زندانیان رو میان و مجددن براشون حکم صادر میکنن، اینه که خبرنگاران رو براشون حکم ممنوع القلم بودن صادر میکنن. اینها همه به منظور اینه که بخوان قانونشون رو اینجوری یعنی مشروعیت بدن به اون احکام ضد انسانیشون در خارج. سپاس بسیار داریم خانم مهرج الاسفندی گرام، با سپاس بسیار از شما و با این امید که به زودی در برنامه های آینده با شما باشم. سپاسگزارم. من هم به پایان این برنامه تفصیل خبر نزدیک میشیم. با ما در تماس باشید با نشانی فیسبوکی که میبینید بر روی صفحه. در جریان این سفر، این آخرین برنامه ای که من از استودیوی تفصیل خبر در لس آنجلس برای شما تهیه و پخش کردم. همینطور سپاسگزار هستم از تینای عزیز تهیه کننده برنامه، علی کارگردان برنامه، رامین مسئول استودیو و رضا مسئول دوربین و بقیه همکاران در لس آنجلس. اشاره کردم از همکارانم به خصوص بهرام عزیز و محمد گرامی که در تدارک برنامه با من همکاری کردن در استودیوی
لس آنجلس استودیوی تفسیر خبر سپاسگزارم. با امید به فردایی بهتر، با غروبدن آفتاب از فراز البرز، سندو سبلان آسماری، کوهساران دنا، تفتان و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. Thank you.